حال بیایید عیسی مسیح را تشویق کنیم دوستان عزیز خداوند بسیار بسیار خوب است دقیقا چیزی که ما باید انجام دهیم را به ما یاد میدهد برای اینکه خواسته هایش را قبل از برخورد به موانع انجام دهیم هر چیز را یاد میدهد پس به این شکل حتی یکی از دعاهامون هم به هدر نمی رود و می توانیم هر زمان از خداوند برکت بگیریم برای دعاهایمان جواب بگیریم میدانم بسیار از شماهایی که در اینجا هستید برای به دست آوردن نعمت های مختلف می باشد اما میگویی که دکتر سوارس من هیچ برکتی نمیگیرم نمیفهمم برایم چه اتفاقی می افتد. جوابم این خواهد شد مطمئن هستم که این برنامه برای شما راهی نشان خواهد داد حال در خانه هایشان کسانی هستند که این برنامه را می بینن. حتی کار هم داشته باشید مطمئن هستم یک چیزی هست که می توانید انجام دهید به کارتان کمی استراحت بدهید و به کلمات زیبای خداوند گوش دهید چون امروز خداوند به شما برکت خواهد داد باران نعمت به زندگیتان خواهد بارید از این مطمئن هستم که زندگی شما پر از فراوانی خواهد شد در اینجا به توضیحاتم گوش دهید خداوند با استفاده از زندگیتان با تمام دنیا ارتباط خواهد داشت متا 58. پس شما کامل باشید چنانکه که پدر شما که در آسمان است کامل است پس به چه چیزی نیاز دارید دکتر سارس من به بهبود وضعیت مالی هم نیاز دارم شخص دیگری ممکن است بگوید دنبال شفا برای بیماریم هستم دکترها تشخیص دادن مشکل جدی هست و ممکن است شخص دیگری بگوید آمرزش گناههایم را میخواهم بخشایش تمام گناهانم را میخواهم می توانید با همه این درخواست ها بیایید پس چگونه می توانم با همه این مشکلات مکمل باشم بنابراین در اینجا اشتباه می کنید با توضیحات کاملی که خداوند به ما داده باید مکمل باشیم پس در اینجا باید روشت کنیم. برای مثال، اگر رول گوتس با قلب شما صحبت کرده و بگوید که خداوند را خوشحال نمی کنید، گفته می شود که در درون گناه زندگی می کنید. یعنی با افکارتان و یا با حرفهایی که می زنید و یا با حرکتتان و یا با چیزهایی مثل اینها خداوند را خوشنود نمی کنید. دکتر سارس، اما من نمی توانم خودم را متوقف کنم. و ناخواسته در چنگال گناه میافتم بنابراین شما در اولویت اینها را انجام ندهید و بگویید که خدایا نیاز به رشد دارم باید با فهم فضیلت روش کنم باید با قدرتت روش کنم چون باید مکمل باشم باید به مکمل شدن برسم دیگر برخی چیزها در زندگی نباشند نمیتوانم برخی از چیزها با شما بعضی از آنها هم با شیطان باشند من به طور کامل به تو متعلق دارم و بعد نیاز به تلاشتان هست برای مکمل شدن باید تلاش کنید بگوییم که وضعیت مادیت بد است و برکت دادن خداوند را قبلا حس می کنید. به اصطلاح زمانی که این را درک کردید باید تلاش کنید و باید سعی کنید تا بفهمید که خداوند به شما چه می خواهد بگوید. در این موضوع باید مقاوم باشید و خداوند با چیزهای دیگر نشان خواهد داد. متا 19 شانوزده روزی مردی نزد عیسی آمد و پرسید استاد چه کار نیکوی انجام دهم تا حیات جاویدان داشته باشم 17 پاسخ داد چرا درباره کار نیکو از من سوال می کنی تنها یکی هست که نیکوس اگر می خواهی به حیات راه یابی احکام را به جای آور حال می خواهم برای شما چیزی را توضیح دهم مردی نزد عیسی آمده و به او استادم می گوید ما استاد گفتنش را فهمیدیم در این مشکلی نیست آیا تا به حال معلم بودن خداوند را فکر کرده اید هنگامی که به این فرد از عیسی بحث می کنند از شفا دادن رایگانش از بخشش تمام خطا و گناهانش از شفا دادن تمام معلولان از باز شدن چشم نابینایان از شنوا شدن کرها و با توضیح اینها انتظار و امیدواریش بیشتر می شود او در قلبش عیسی مسیح را بخشی از خداوند دید اما پدر برای او نه خوب و نه معلم هست. در اصل در میان پدر و عیسی فرقی نیست هر دو یکی هستند. از این رو به عیسی استادم گفت و در بعضی ترجمه ها به شکل استاد خوبم ترجمه می شود. و عیسی مسیح به او گفت به چه علت از من در مورد نیکوکاری سوال کردید؟ به این شکل به او درسی داد چون تنها دارایی خوب خداوند هست. چرا این را برای شما توضیح می دهم؟ هنگامی که روح القدس قلب شما را لمس می کند برای شروع به فکر کردن کنید در این مثال مثلا شما را برای فکر کردن وادار خواهد کرد کتاب را با گرفتن در دستانتان و بدون تفکر خوانده نمی شود حال همه با هم متا قسمت 19 17 را ببینیم متا 19 17, 17. تنها یکی هست که نیکوست اگر می خواهی به حیات راه یابی احکام را به جای آور رفتن این آدم به کلیسا را می توانیم تصور کنیم. از پیامی که در این مورد خاص گرفته تا حالا باید تمام داراییش رو می فروخت و به نیازمندان توضیح می کرد. من نمی گویم که هر ایمانداری یا مؤمنی باید همیشه این چنین کند. این دارایی زندگی این مرد بود. او با تمام روحش اینها را انجام داده بود. ایمانش وابسته به قدرت داراییش بود در طول زندگیش تنها انتظارش حفظ ثروتش بود ایمانش در ثروتش بود برای بعضی از انسانها نوههایش هست نکته تمرکزشان در زندگی نوادگان هستند و یا مرکز زندگی بعضی ها هم همسرانشان هست و یا کسب و کارشان خدماتشان مانند اینها را می توانیم بسیار مثال بزنیم هر چیزی که در این موضوع میان ما و خدا قرار گیرد یک مثال هست. این دام شیطان هست. بلا فاصله باید این را از زندگی من حذف کنیم. بنابراین باید کلام مقدس خداوند را خوب یاد بگیریم. ما باید آنچه خداوند در مورد من را گفته یاد بگیریم. پس راز موفقیت زندگی این است. سپس عیسی مسیح ادامه می دهد متا 19, -19. اگر میخواهی به حیات راه یابی احکام او را به جای آور هیجده نوزده آن مرد پرسید کدام احکام را عیسی گفت قتل مکن زنا مکن دزدی مکن شهادت دروغ مده پدر و مادر خود را گرامی دار و همسایت را همچون خویشتن محبت نما 20. آن زبان گفت همه این احکام را به جای آوردم دیگر چه کم دارم 21. یک عیسی پاسخ داد اگر می خواهی کامل شوی برو و آن بفروش و به هایش را به تنگ دستان بده که در آسمان گنز خواهی داشت آنگاه بیا و از من پیروی کن مرد جوان انجام دادن این را نمی خواست دلتنگ شده و از آنجا رفت زیرا ثروت بسیار داشت و رهایی را از دست میداد. برای اینکه ناقص نباشم چه باید بکنم با توجه به خدمتی که خداوند به من داده نمیدانی من هم نمیدانم اما خداوند این را خودش نشانمان داد و زمانی که خداوند چیزی را توضیح می دهد می تواند آن را مستقیم یا غیر مستقیم انجام دهد گاهی اوقات با کسی روبرو می شوید که می گوید گوش کن عیسی مسیح اینها را گفته اما برای اینکه این را انجام ندهید باید شما در ایمانتان بالغ باشید با چنین چیزهایی نمی توانید ذهن انسانها را مختل کنید بسیاری از مردم دوست دارند در زندگی دیگران دخالت کرده و به آنها راه و عقل بدهند. اما بهترین قسمت این کار هنگامی که خداوند پیامی را به من میفرستد تا به شما چیزی بگویم شما این را میدانید بنابراین به این شکل کلام خداوند به اندازه ثابت می شود. شما این را از خداوند شنیده اید. روح القدس گفت پولس و برانبار را جدا خواهم کرد. هر دو این را میدانستند. این حتمی بود. از این روح هنگامی که چیزی خداوند نگفته را شنیدید. چشمهای من را باز کنید و تصور کنید که این از خداوند نیست. خداوند اولین بار با شما حرف نمی زند. با این مرد جوان هم اولین بار حرف نزد. در واقع حرف زده بود. اما او فکر می کرد که خداوند ظالم است. دیگر چه باید بکنم؟ او به نگرشش گیر کرده. خداوند قبلا با او از طریق نوشته های مقدس صحبت کرده بود. گفت که تمام دارایت را بفروش شما باید از همه عواطفی که با عشق به آن وابسته شدید قطع کنید. ممکن است این فرزندانتان، همسرتان و یا خواهر برادرتان باشد. من از عشقی که چشمتان را کور می کند بحث می کنم. حتی کسانی که بیگناه به نظر می رسد شما این را نرمال انجام نمی دهید. اغراق می کنید. خداوند می تواند از طریق دیگران با شما حرف بزند. از طریق یک سرود، پیام و یا با یک آیه، در واقع این مرد جوان صدای خداوند را شنیده بود و عیسی برای او که از شنیدن اجتناب می کرد، جواب را بار دیگر به وضوح گفت. هر آنچه که خداوند می گوید، مناسب کتاب مقدس است. دوستانم، اگر خداوند با شما صحبت می کند، مراقب باشید. آن را برای فردا نسپارید. با نام عیسی مسیح این حرف را در آغوش بگیرید. در اینجا برای نواقص زندگی دستور عملی وجود دارد. اگر این را انجام دهید بدون نواقص زندگی خواهید کرد. عیسی گفت اگر می خواهی کامل باشی اینها را انجام بده. عیسی گفت اگر میخواهی مکمل باشی برو همه دارایت را بفروش و بهایش را به تنگ دستان بده چون اینها را خداوند به او گفته بود خداوند به هر ثروتمندی نگفت که همه دارایت را بفروش ممکن است که برخی از آنها کلام خداوند را دریافت کرده باشند اما خداوند این را به هر کسی نگفت امروز عیسی مسیح برای هر یک از ما چه صحبتی کرده است متا 5 48 پس شما کامل باشید چنانکه که پدر آسمانی شما کامل است آیا خوشنود کردن خداوند را می خواهید این را به عنوان هدف تعیین کنید هر کاری را که انجام می دهم باید مکمل باشد کمبودهایم هست و وقتی که کامل می شوم در آن زمان دعا کنم خداوند وعده خود را حفظ خواهد کرد خداوند را دعا کرده و هنگامی که گریه بکنم جواب خواهد داد شیطان را فراری خواهم داد و خداوند به من زندگی خواهد داد خداوند را صدا خواهم زد و قدرت او در زندگی موثر خواهد بود خداوند اتفاق افتادن این در زندگی تان را می خواهد با نام عیسی مسیح آمین حال اگر اجازه بدهید دعا خواهم کرد پدر با نام عیسی مسیح به نمایندگی تمام کسانی که در جستجوی دیدارت هستند دعا می کنم از میان ما بعضی ها میپرسند که این را چطور موفق خواهیم شد مثل حرفی که شما امروز برای من زدید کامل باشید اما پدر شرایطی دارید بنابراین برای همه کسانی که در اینجا هستند پدر برای کامل شدنشان راهی نشان بده یا قلبشان صحبت کن کلامت را تصویب کن و ما تو را پرستش کنیم قلبمان پر از طرفدار تحسین باشد با عیسی مسیح زندگی کامل را پس از استراحت ادامه خواهیم داد آمین خدا یا شکر خواهر برادرانمان از صدا کردن خداوند خوشحال هستند اینها از ایمانی که به خداوند داشت اتفاق افتاد و قلبا از سوی خداوند ندایی دریافت کرد هنگامی که خداوند وظیفه به ما داد باید آن را به جا بیاوریم در به جا آوردن این وظیفه ایمانمان را یاری خواهد کرد حتی وظیفه سخت هم به نظر برسد ما باید کاری انجام دهیم تا نعمت خداوند بازگردد الان دلم میخواهد دعا کنم حال همه با هم با نام عیسی مسیح دعا کنیم خواهران برادران اکنون با شما دعا کنیم خدا را صدا کنیم و از او معجزه بخواهیم چون خداوند در سراسر دنیا معجزه ها انجام میدهد دکتر سارس در گلوی مشکلی هست و نمیدانم این مشکل داخلی هست یا خارجی و یا نمیدانم خوب شدن و نشدنم را متوجه میشوید یا نه اما امروز برای گلوهایمان میخواهم دعا کنم چه کسی میداند؟ شاید از کسی که تومورهای قطه تئوریت دارد درخواست کنم. هم اکنون به پا خیزیم چون می خواهم برای شما دعا کنم. بیایید همه با هم خدای من را صدا کنیم. اگر بخواهید می توانید به یکی از دوستهایتان تماس بگیرید. سی ثانیه منتظر خواهم شد. اگر از آشناهایتان یکی هست که مشکل جدی در گلو دارد می توانید به آنها زنگ بزنید و با هم دعا بپیوندید. کسی را میشناسید و یا از نزدیکانتان هست تماس بگیرید خداوند در نزدیکیشان موجزه های انجام خواهد داد فرقی نمی کند مرا از هر کجا که می خواهید تماشا کنید برای هر یک از شماها دعا خواهم کرد عیسی مسیح گفت که بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرم باران که من به شما آسایش خواهم بخشید یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در زانهای خیش آسایش خواهید یافت چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک و برابر با من باور کنید خدای عزیز اکنون مقابل تو آمده و از تو می خواهم خداوندا به این دست ها نگاهی کن پدر از تو می خواهم دستانت را در دست این انسان ها قرار بده و با قدرت شفاعتت کارهای معجزه آسا را پر از شگفتی باشد انجام بده و همه اعمال شیطان را معکوس کن پدر شکر و سپاس بر تو باد لطفا دستانتان را بر گلویتان بگذارید و چشمهایتان را ببندید پدر من با نام عیسی مسیح جلو آمدم. خدایا با نیروی شفاعتت بر گلوها لمس کن خدای من ممکن است این علائم نشانه هایی از مشکلات جدی باشد و این میتواند برای آنها خطر جدی باشد اما خدای من ما با کلام مقدس تو ایستادگی می کنیم. ایسا مسیح برای همه ما گفت که بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و باران. و پدر او به ما گل داد به آرامشی که احتیاز دارین خواهم بخشید عیسی مسیح موجز کن عیسی مسیح به قطعه تروید شفا بده ای عیسی مسیح موجز کن و تمام مریضی ها را از بین ببر عیسی مسیح از تو می خواهیم تمام ریشه بیماری ها را نابود کن عیسی مسیح آه خدای من همه بیماری ها را از بین ببر به گلوهای این انسان ها شفا بده عیسی مسیح تنها یک نفر را هم بدون شفا مگذار اکنون با قدرتی که به ما دادی استفاده می کنم با نام عیسی مسیح با نام عیسی مسیح تمام کارهای شیطان را متوقف می کنم و بر تمام شیاطین و ارواح شیطانی می گویم. روح بیماری، قده تروئید، لوزه، التهاب گلوها و حتی آن بخش از اسمشان را که نمیدانم را ترک کن. امر می کنم به ترک کردند. برو به عقب برگرد. آه، خواهران، برادران عزیزم، با من ایمان بیاورید. لطفا همه به پا خیزید و اکنون دعا کردن من را ادامه خواهیم داد. برای همه نوع از مشکلات دعا می کنیم. پدر در حضورت ایستاده ایم و حال از صمیم دل باور می کنیم. پدر تو در همه زندگی ها موزیزه ها انجام خواهی داد. پدر برای کسانی که گلویشان درد و گرفته شده دعا می کنم. خداوندا طرف راست و طرف چپ گلویشان و هر طرف گلویشان خیلی درد می کند. پدر اکنون سر تا پایشان را لمس کن. خداوندا اکنون از تو معجزه ای از بهشت می حال برای کسانی که روحن و گلبن درد میکشند دعا می از این درد نمی توانند خلاصی یابند. این درد که بر آنها فشار میآورد، همچون آدامس بر آنها چسبیده و نمی توانند خلاص شوند و این مشکل به روح و روانشان آسیب میرساند. آه خدای من و اکنون از تو رهایی را میخواهند. پدر این انسان ها پاک شدنشان را از تو می پدر،, پدر عزیز، چون عیسی مسیح به آنها گل داده بود که حضور را پیدا خواهند کرد. ایسا، 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 ایسا, ایسا، با نام تو به تو دعا می و با نام تو دعا می کنیم. برادرم با این اسم دعا کن. خواهرم با این اسم دعا کن. دعا کنید چون پیروزی را به دست خواهید آورد. همکنون شما متبرک خواهید شد. آه فکر کنم در مش پایتا مشکلی هست. آه خواهرم برادرم. مشکل تو هم در بدنت هست. مبادا برای فردا نگه داری. لحظه لحظه توست. این لحظه لحظه, لحظه توست. حال خداوند با توست. خداوند قدرت و از والاترین والا هاست. خداوند تو را فرا میخواند برای خلاص شدن از این بیماری مثل گفته عیسی به ثروتمند جوان همانطور که به آن مرد گفت تمام داراییت را ترک کن آه خدای عزیز این زندگی ها را لمس کن به آنها شفا بده از بیماری نجاتشان بده آنها را تغییر بده خواهران برادران باور کنید به نام عیسی مسیح ایمان بیاورید دعا کنید عیسی مسیح برای شما دری باز کرده پدر تمام درون دنیویشان را لمس کن پدر عزیز به آنها قدرتی را که احتیاز دارند بده حال برای شفا دادنت به مقابلت می آییم در اینجا یکی هست که دعا کردنش را نمی داند. یکی خیلی ناراحت یکی دل شکسته خدای من خودشان را بیشتر از بیش حبس می ای خداوند، تنها چیزی را که باید انجام دهند، قلبشان را برای تو باز بکشایند و روح القدس می آید و کاملا آنها را پاک خواهد کرد. آه، پدر عزیز، با نام عیسی مسیح می خواهیم در همه این زندگی ها قدرت شیطان را شکست می دهم. روح افسردگی را، روح تلخی را، از بین میبرم روح استراب روح سرطان را صدا میزنم جدا شویند با نام عیسی مسیح از اینجا جدا شوید و از اینجا بروید